مسائل مهمی که برای یک نفرمانده نه کسی که دوگانگی ایجاد می کند بین میدان و دیپلماسی یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید ظاهرا فردی برای ابراهیم رئیسی یک متن سخنرانی یا دست کم چند جمله کلیدی نوشته تا او در سخنرانیش بگنجاند یکی از این جملات جمله این متلکوار خطاب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی بوده که گفته بود قاسم سلیمانی دیپلماسی را فدای میدان میکرد یعنی منافع سیاسی کشور را فدای پیروزی در میدان جنگ میکرد اما نتیجه مخلوط شدن آن جمله از پیش نوشته شده با افکار پریشان و غیر منسجم ابراهیم رئیسی شد این جمله بیستر و ته آدم فکر نمیکرد او روح بزرگ و بلندی که مسائل استراتژیسته مسائل مهمی که برای یک نفرمانده نه, نه کسی که دوگانگی ایجاد می کند بین میدان و دیپلماسی یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید شرمآور است که رئیس جمهوری که مدعی است مدرک دکترا دارد و مردم را برای دیدن مدرک دکترایش به سایت وزارت علوم ارجا میدهد چنین جمله بیستر و تهی را بیان میکند رئیسی حتی تفاوت کلمه استراتژیست با استراتژیک را نمیداند و به جای مسائل استراتژیک میگوید مسائل استراتژیست علاوه بر این در زبان فارسی نمیگوییم مسائل مهمه میگوییم مسائل مهم در ضمن مشخص نیست رئیسی چرا جملهش را با آدم فکر نمی کرد شروع می کند. یک بار دیگر جمله او را بخوانید. آدم فکر نمی کرد. او روح بزرگ و بلندی که مسائل استراتژیست مسائل مهمه که برای یک نفرمانده نه کسی که دوگانگی ایجاد میکند بین میدان و دیپلماسی یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید آدم فکر نمی کرد او روح بزرگ و بلندی که مسائل استراتژیست مسائل مهمی که برای یک نفرمانده نه کسی که دوگانگی ایجاد می کند بین میدان و دیپلماسی یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید اما ابراهیم رئیسی در پایان این جمله سری فوری انقلابی و بی و ته که آن را با نعره بیان کرد انتظار داشت که تکبیر و تشویق حاضران را بشنود اما چنین نشد و جمعیت ساکت بود تا اینکه او دستش را به سمت امامش برد و آن را کمی جابجا جا کرد.